کنوانسیون حقوق کودک از نگاه کودکان با موضوع کودکان کار. سلام، من یوکابد هستم. سلام، من رایبد هستم. ما امروز میخوایم درباره کودکان کار صحبت کنیم. این بچه ها برای اینکه بتونن خودشون و خانوادهشون رو سیر کنن مجبورن کار کنن. تعداد این بچه ها تو ایران خیلی زیاده که بیشتر این بچه ها شناسنامه ندارن و البته آماری هم ازشون نیست. این بچه ها مدام تو خیابونا تحقیر میشن، شخصیت کودکیشون خورد میشه و ازشون سوء استفاده جنسی و سوء استفاده جسمی میشه و این باعث میشه که این بچه ها ناامید و سرخورده بشن. فقط بد سرپرستی و زندگی تو حاشیه شهر باعث میشه که این بچه‌ها به جای بازی کردن و درس خوندن وارد دنیای کار بشن و با کودکی و رویای کودکانشون خداحافظی کنن. طبق آمار سن کودکان کار تو ایران به زیر 15 سال میرسه و این خیلی وحشتناکه. گاهی اوقات این بچه‌ها رو به بردگی میبرن یا میفروشن یا قاچاقشون میکنن که این کار برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که میگه کشورهای طرف کنوانسیون باید از فروش و قاچاق کودکان جلوگیری کنن. رایبد، اتفاقا کشورمون ایران هم جزو این کنوانسیونه ولی به تعهدش عمل نمیکنه. گاهی اوقات این بچه‌ها رو به زور به جنگ میبرن که این کار هم برخلاف کنوانسیون حقوق کودکه. طبق کنوانسیون حقوق کودک، کودکان زیر 15 سال رو نباید در جنگ‌های مسلحانه شرکت داد یا اونا رو استخدام کرد. از این بچه‌ها تو شغل‌های سخت استفاده میشه، مثل ساختمان‌سازی و باروری که این کارا برای یه بچه خیلی سخته و البته نقض حقوق کودکه. همونطور که یوکابد گفت، این کار نقض حقوق کودک در زمینه کار کردنه که میگه از بچه‌ها نباید تو شغل‌های سخت استفاده شه. متاسفانه بعضی از این بچه‌ها بیخانمان کارتون خوابن که طبق کنوانسیون حقوق کودک بچه‌ها باید دارای امنیت اجتماعی و بیمه اجتماعی باشن. بعضی از این بچه‌ها مجبور شدن تک دستی کنن یا بعضی از اونها اصلا به مدرسه نرفتن. طبق کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق تحصیل و آموزش رایگان با کیفیت عالی دارن. این بچه‌ها به خاطر یه لقمه نون وارد صد زباله‌ها میشن و در معرض بیماری‌های مختلف قرار میگیرن مثل کرونا که دولت موظفه که از کار کردن کودکان جلوگیری کنه و از اونها حمایت کنه. ولی وزارت بهداشت ایران و مسئولان هیچ برنامه‌ای برای کرونا نگرفتن بچه‌های کار ندارن و مثل همیشه این بچه‌ها جزو فراموش شده‌اند، با اینکه این بچه‌ها بیشتر از همه خطر مبتلا شدن به کرونا رو دارن. فعالان مبارزه با کار کودک توی نامه از دولت خواستن که از کار کردن بچه‌ها، مخصوصاً بچه‌های زباله‌گرد، جلوگیری کنه چون این وضعیت باعث گسترش ویروس کرونا میشه. چند وقت پیش سازمان آموزش پرورش ایران گفتش که 3 دانش آموز در اثر مبتلا به ویروس کرونا مردن. قبل از این ماجرا خانواده‌ها از دولت درخواست کمک کردن و از دولت خواستن که بهشون سهمیه لوازم بهداشتی بده، ولی دولت ایران مثل همیشه بی‌تفاوت بود. این بچه‌ها با همون لباس قدیمی تو خیابونا میان، با همون روش قبلی دست فروشی میکنن و مثل قبل به آدما نزدیک میشن بدون اینکه بدونن ممکنه اون آدم ویروس کرونا داشته باشه. بعضی از این بچه‌ها زباله‌گردن و به دستکش مردم، ماسک مردم دست میزنن. اونا همه با هم غذا میخورن، همه یه جا زندگی میکنن و نمیدونن چجوری از خودشون مراقبت کنن. کاش هیچ بچه‌ای کاری تو دنیا نباشه. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. تو خونه‌هاتون باشین و بیرون نرین. خدافظ. خدافظ. ممنون که ما را تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید. برای ارتباط مؤثرتر با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به قسمت توضیحات بروید. با سپاس.